ناصر تیمورپور، هنرمند و نقاش از لندن همراه ما هستم. متشکرم از حضورتون در برنامه جناب تیمورپور. شما از دوستان این هنرمند برجسته بودید جناب حسنزاده. در خصوص شخصیت این فرد، جهان‌بینی و میراثش برای جامعه هنر ایران از شما بیشتر بشنویم لطفا. منم سلام عرض میکنم. گمانم که خسرو خود مردم بود. در واقع هر کسی که خسرو رو یک بار دیده بود میتونست باهاش حس رفاقت داشته باشه. خیلی در وقتی از زندگی نامه خسرو میخوان صحبت کنند از گذشته او میگن، از اینکه کار خودش رو از میوه فروشی شروع کرده بود. به گمانم هیچ کس قائل به تضاد ماهوی بین اون شغل و هنرمند بودن اون آدم قائل نیست، بلکه مسئله اصلی اینجاست که او در کنار مردم موند. یعنی همون جور که ارتباط نزدیک داشت شغلش با مردم، پس از اینکه کار هنری رو شروع کرد و تا آخر عمرش در کنار مردم موند. آموزش چاپ سیلک رو که جز مهمترین کارهای او بود و مهمترین مشخصهای او در کارش بود، از کار داوطلبانه در بازار شروع کرد و آموخت و در یک تولیدی تیشرت کار کرد. اونجا این چاپ را آموخت و بعد در هنرش استفاده کرد. به عنوان سرباز وظیفه به جنگ رفت و تا مدتی چهره شهدا رو روی دیوار میکشید. اما خودش جایی میگه که یک وانتی داشتیم پر از رنگ که میرفتیم هر جا چهره شهید رو دیوار میکشیدیم، ولی بخشی از اون رنگ ها هم به مردم میدادیم که اونجا بودن برای رنگ کردن خونشون. میخوام بگم که اون ارتباط خیلی تنگ و تنگ بود و خسرو چیزهایی رو میکشید که میشناخت، چیزهایی رو میکشید که باهاش زیسته بود. کارهای خسرو به نظر من در چند ساحت قابل بررسی و عمیق شدنه. یکی به لحاظ بصری است که خب او بسیار نوآوری داشت. در واقع استفاده او از عکس، برخورد نقاشانه او از عکس با عکس بسیار نوآورانه بود. در این حال موضوعات او موضوعاتی بود که در واقع بسیار مردمی بود، ابایی نداشت از صحبت راجع به فرهنگ عامه، ابایی نداشت از اینکه جواد یساری گوش کنه، حتی دوست داشت از اینکه از گوگوش بگه، از اینکه از تختی بگه، از مذهب بگه، از چادر بگه. و این به نظر من خلوصی در او ایجاد کرد و در کارهاش ایجاد کرد که همه دنیا شنیدنش و این به نظر من برجستگی شخصیت او و هنر اوست. ما میدونیم که موزه هنر بریتیش میوزیم میاد کارهای او که روی پاکت میوه در واقع پورتری کشیده بود رو خریداری میکنه، یکی از مجموعی از آثاری که از او خریده. این نشون میده که اون خلوص چطوری در واقع مشهود بود و تا آخر عمر کوتاه او شاید اگر بخوایم بگیم همراهش بود. ضایعه فقدان ایشون رو چقدر جدی تعبیر میکنید برای جامعه هنر در ایران؟ به زعم من هنرمندایی که میتونن آینه اجتماع خودشون باشن نقش حیاتی در ادامه روند هنر یک جامعه دارند. خسرو بدون اینکه شاید خیلی مستقیم به مسائل سیاسی بپردازه، همونجور که این در واقع فرهنگ در هنر پاپ آمریکا توسط اندی وارهول و دیگرانی در واقع که باز هم خسرو ابایی نداشت که گرت برداری از کارهای اونها رو در موردش صحبت کنه و حتی نمایشگاهی رو با اون عنوان در واقع داشت که وارهول نجات هم داد. ولی به هر حال این که در واقع چطور فرهنگ یک جامعه، اتفاقات فرهنگی، علایق یک جامعه، کاستی ها و برجستگی های یک جامعه
توی هنر او اشاره پیدا میکنه. افرادی شبیه او به نظر من وزنه بسیار سنگینی هستند در هنر معاصر یک کشور و واقعا کمبودش حس خواهد شد. من نمیدونم، چند ماهی بود ازش خبر ندارم، نمیدونم الان روی چی داشت کار میکرد، ولی ایمان دارم که کارهایی که داشت میکرد با امروز ما حتما همسو و صادقانه بود. متشکرم از شما ناصر تیمورپور، هنرمند و نقاش که از لندن در برنامه حضور داشتید.